توی این ویدیو توضیح میدم که چجوری از رنگ فیچرها برای نمایش اطلاعات داخل پاپ آپ استفاده کنیم. منبع این ویدیو مقاله از ازری هست که الان بهتون نشونش میدم. نوشته ی لیزا بری و در اپریل 2019 منتشر شد. توی این مقاله این فرایند رو به سه مرحله کلی تقسیم کرده. مرحله اول گرفتن رنگ فیچر هاست. مرحله دوم نوشتن کد آرکید و مرحله سوم انجام تنظیمات پاپ آپ. خب حالا برگردیم به نقشه و مرحله اول که گرفتن رنگ فیچر هاست رو با هم انجام بدیم. برای گرفتن کد رنگ فیچر ها به استایل میرم، گزینه آپشنز، روی لجند کلیک میکنم و از این قسمت کد رنگ هر فیچر رو میگیرم. میتونید مثل من یک فایل نوتپد باز کنین و این کودها رو در داخلش پیست کنین. شماره اون کلاس رو هم بنویسید. برای مثال کلاس چهار این کد رنگ رو داره چون بعدا توی کد به این شماره کلاس ها هم احتیاج داریم. این کار رو برای تمام کلاس هم انجام میدم. خب تا اینجا یه کار مرحله اول انجام شد. حالا بریم سراغ مرحله دوم که نوشتن کد آرکیت هست. برای نوشتن کد به کانفیگر پاپ میرم و از این قسمت اد کدم رو اضافه میکنم. کدی که میخوام بنویسم به این صورت هست که باید بگه اگر مقدار ستونی که سیمبولوژی فیچرها باهاش تعیین شده مقدار چهار هست این کد رو برگردون اگر سه هست این کد رو برگردون و الی آخر بنابراین چیزی که من اینجا بهش احتیاج دارم اسم ستونی هست که کلاس بندی سیمبولوژی فیچرها بر اساس اون انجام شده برای دیدن اسم ستون های فیچر من به این قسمت میام و ستون مورد نظرم رو از اینجا پیدا میکنم فقط کافی روش کلیک کنم تا به این پنجره اضافه بشه و بعد دو تا مساوی و اینجا می نویسم چهار ریترن بکنه کد کلاس چهار رو اینم بره داخل گیومه همین کد رو برای کلاس های بعدی هم تکرار می کنم فقط این مقدار کلاس و کد رو تغییر میدم. ببینید من هم میتونم این علامت هشتگ رو بذارم باشه و هم میتونم ورش دارم. اگر باشه برای زمانی که دارم کانفیگر پاپ رو انجام میدم در واقع دارم اون عبارت پاپ آپ رو درست میکنم نیاز نیستش دیگه برای معرفی رنگ ها این هشتگ رو بذارم. ولی اگر هشتگ رو وردارم بعدا قسمتی که دارم کانفیگر پاپ انجام میدم باید هشتگ رو بذارم برای معرفی رنگ ها حالا توی مرحله بعد که داریم تنظیمات پاپ رو انجام میدیم دوباره در این مورد توضیح میدم ببینید من این رو میتونم به else if هم تغییر بدم اولین عبارت if و عبارت بعدی رو میتونم به else if تغییر بدم و بعد با استفاده از این تست میتونم مطمئن بشم که کدی که نوشتم هیچ ارور و مشکلی نداره. خب اینم از مرحله دو حالا بریم تنظیمات پاپ آپ رو انجام بدیم. اینجا گزینه کاستم اتریبیوت رو انتخاب میکنم و از این گزینه کانفیگر تنظیمات متن داخل پاپ آپ رو انجام میدم. ستونی که میخوام اطلاعاتش به صورت رنگی نمایش داده بشه رو اینجا اضافه میکنم. و حالا یک رنگی اش تعیین میکنم مهم نیست چه رنگی فقط مهم اینه که کد تعیین رنگ توی این قسمت HTML بیاد خب حالا اینجا رو نگاه کنید این قسمتی که الان یه خورده با رنگ خاکستری داره نمایش داده میشه چون این پنجره باز هست اینجا یه خورده سایه خاکستری خورده ولی نگاه کنید ببینید اینجا وقتی نوشته custom expression این همون اکسپرشنی هستش که من با آرکید معرفی کردم حالا برای اینکه مجبور نباشم این عبارت رو به صورت دستی توی کد HTML بنویسم اینجا یک بار این رو اضافه می کنم ببینید آخرین ستون هست custom expression اینجا این رو اضافه می کنم و بعد با کلید کنترل X کیبورد این رو کات می کنم و توی کد HTML که اینجا داره رنگ رو معرفی میکنه من این ستون رو پیست میکنم حالا اینجا به علامت هشتگ دقت کنید ببینید چون من توی کدم علامت هشتگ رو گذاشتم اینجا هشتگ رو پاک میکنم اما اگه توی کدم هشتگ نداشتم این هشتگ باید می بود تا آرچیایز آنلاین بتونه کد رنگ ها رو بخونه خب حالا بریم ببینیم که آیا پاپا بهمون رنگ ها رو نمایش میده یا نه ببینید رنگ ها متناسب با رنگ فیچر تغییر می کنن در داخل پاپاپ. خب حالا یک نکته دیگر رو هم فقط اینجا بهتون بگم در مورد آرکید در صورتی که کلاس هامون به صورت عدد صحیح نباشن و به صورت بازه باشن کد آرکیدمون به این شکل میشه ببینید من اینجا یه نقشه ای رو از قبل درست کردم که اینجا هم این مقادیر متناسب با رنگ فیچرها دارن نمایش داده میشن همونطور که مشخصه ببینید کد آرکید کلاس هایی که حالت بازه دارن به این شکل نوشته میشه ببینید دوباره به همون شکل ایف و الس ایف هست از این نظر فرقی نمیکنه هر دو حالت کندیشنال دارن ولی اینجا این, این دوتا علامت در واقع برابر با اند هستن و این علامتی که اینجا می نویسم ببینید این دوتا برابر با اور هستن وقتی که میخوام بگم اگر میزان مرگ و میر بین این دوتا مقدار هست عبارتش رو به این شکل تعریف میکنم یعنی اگر مقدار مرگومیر بزرگتر و مساوی این مقدار و کوچیکتر و مساوی این مقدار باشه این رنگ رو برگردون و بعد از اینکه مرحله نوشتن کد تموم شد دوباره همون فرایند تنظیمات پاپ -اپ رو انجام میدیم امیدوارم این آموزش واسهتون مفید بوده باشه و توی پروژه هاتون از این تکنیک استفاده کنید